برای دومین بار در محرم سال جاری عزاداران عاشورا مورد حمله قرار گرفت. این بار نیز غرب کابل مورد حمله موج جاسازی شده در بین کراچی های بیرق و تابلوهای محرمی مردم را به خون کشاند. گواهان رویداد به تلویزیون بامیان لحظات پیش از وقوع یک حمله در ساحه پل سوخته از مربوطات غرب شهر کابل خبر دادند. این باشنده ها این حمله مواد جاسازی شده را سنگین و وحشتناک گفته است. به اساس نوار تصویری که به دست ما رسیده است، شمار از آمبولانس ها در حال انتقال قربانیان رویداد از ساحه پل سوخته به سوی شفاخانه ها می باشند. به اساس یک لیست که از شفاخانه معالجوی فردوسی به رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است، دیده می شود که تنها در این شفاخانه بیش از 20 تن مجروح از این رویداد انتقال یافته است. همچنین تعداد از شاهدان رویداد به تلویزیون بامیان گفت در این رویداد بیش از 10 تن جان باخته و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این شاهدان رویداد ممکن است این رقم در حال افزایش باشد، زیرا بعد از وقوع این رویداد مسئولین تمام مسیرهای رفت آمد مردم و موترها را بستند و مردم نتوانسته آمار دقیق از قربانیان این رویداد داشته باشند، اما مسئولین نیز تاکنون در مورد تلفات آن چیزی نگفته است. خیلی به هم ریخته، همه گی روی پل از هر جهت میاین دیر ماندن، برای عبور و مرور نیست، از همه سو بسته، یه مردم از تو سراسیمگی، زنا، کودکا، مامورین و حکومت همه گی اینجا دیر مانده. 5-6 وزارتخانه که همزمان در این مسیر رخصت میشن، همه گیشان ماندن در میان این دریاچه. دیروز نیز عزاداران عاشورا در سر کارز غرب کابل مورد حمله قرار گرفته بود که در آن رویداد نزدیک به 30 تن از بین رفته و زخم برداشته بودند، اما در واکنش به این حملات بالای هزارها و اهل تشیع، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که مسئولین فعلی باید از وقوع چنین حملات جلوگیری کرده و درباره آن تحقیقات کامل و شفاف انجام دهند. یونما گفته است که حمله دیروز باعث از بین رفتن و زخم برداشتن ده‌ها نفر شده است. این حمله در منطقه سرکارز از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل رخ داده بود. پلیس کابل میگوید که در این حمله دست کم 8 نفر از بین رفته و 18 نفر دیگر زخم برداشتند، اما روزنامه اطلاعات روز نوشته است که یک مقام ارشد امنیتی کابل که نخواست نامش فاش شود گفته است که در این رویداد 50 نفر از جمله زنان و کودکان از بین رفته و زخم برداشتند. این در حال است که حملات بالای مراسم عاشورا در پایتخت کشور نگرانی مردم را افزایش داده است. همچنان شورای علمای شیعه افغانستان از مسئولین فعلی خواست است تا امنیت مراسم عاشورایی را تأمین نماید و آنان از وخیم بودن وضعیت امنیتی ابراز نگرانی کرده است.